ها و آقایان سلام عرض میکنم. امیدوارم حالتون خوب باشه، انشالله که خوب و خوش و خرم و سلامت و تندرست هستید. من ارادتمند شما هستم، ستار دلدار از شهر میشنوریهو در جنوب کالیفرنیا، در منطقه‌ای که بین لس آنجلس است و سان دیگو. گفتم که اومدم اینجا گزارش‌های متعددی تهیه کنم در طول دو هفته و حضور دوستان عرض شود که در اینجا هستم و فردا که تظاهرات امسال و این تظاهرات خیلی فرق میکنه، یعنی یه چیز عجیب و غریبیه. مردم خودشون رو آماده کردن برای یک اتفاق بزرگ. حقیقتش اینه که چندی باری میگفتم این اتفاق بزرگ که مثلا بیاد ایران رو زیر رو کنه، نه مردم رو، نه مملکت رو، مثلا فرهنگ ایران رو که پاره اصلی فرهنگ آخونده، یعنی در واقع اگر فکر کنید فرهنگ از رفتارهای گوناگون انسان تشکیل میشه، حضور آخوند در مملکت ما اساس فرهنگ ماست. یعنی هر چیز زشتی هست تو فرهنگ بانیش اینا هستن، هرچی خرافات هست بانیش اینا هستن، هرچی خشونت هست بانیش اینا هستن، هرچی ممنوعیت هست تو فرهنگ ما. یه فرهنگ آزادی که نیستیم، ما مملکت ما فرهنگ آزاد نداره، این کار بکن اون کار نکن، اونم نه قوانین اجتماعی، تو قوانین اجتماعی که قانونگذار گذاشته باشه خارج از دین و محدودیتی که آخوندا درست میکنه خود آدم قبول میکنه، ولی اون چیزی که آخوند میگه و 99% بی خوده، یعنی از خودشو در آوردن. تمام این قوانین آخوندا در طول تاریخ، در طول این 600-700 سال گذشته که آخوند تو مملکت ما سرکردش پیدا شد، اینا خودشون ساختن، برای خودشون یه دینی درست کردن، دینی به وجود آوردن و قوانینش هم خودشون درست کردن و همش هم میگن آقا اون امام بزرگ تشیع اینو گفت، اون امام اینو گفت، همش هم نقل قول میگن حدیث، در که مثلا قرار بوده که هرچه هست آنچه باشد که در قرآن بوده. به هر حال زیاد ما حاشیه نریم، یه مذهبی آخوندا ساختن، این مذهب خداش هم خود آخوندا ساختن، خداش مثلا با خدای اسلام فرق میکنه، با خدای تسنن فرق میکنه. خب حتی این خداسازی که همه جای دنیا هست دیگه، این همه مذاهب اینه که هر کدوم هر مذاهب بر خودش خدا درست کرده، خدا خدای مذاهب ساخت دست بشره. خب در چه شرایطی خواستم بگم که این فرهنگ زیر رو نمیشه، فردا، امروز، پس فردا، دو روز دیگه به مناسبت سالگرد شهادت و قتل مهسا امینی زیر رو نخواهد شد. اما حرکات هایی هست که نشون از خشم و غیظ مردم میده. آخوندها اومدن به گیر و به بند وحشتناکی رو به وجود آوردن، مثلا در شهرهای مختلف، شهر کردشین، تهران، همه جا. در برنامه قبلی هم خدمتتون عرض کردم بسیار از شما تماشاگران عزیز با من تماس گرفتی و از من خواستید که چگونه میشه که اون داستانی که من در برنامه قبلی گفتم چگونه میشه با پهپاد مقابله کرد، چون جمهوری اسلامی الان حرفش اینه که ما پهپاد میفرستیم، پهپادهای ریزبین و تمام جمعیت شناسایی میکنه. خب به روایتی درست میگن، قدرتش دارن، چون این تکنولوژی جدید همونطور که خدمتتون عرض کردم الان
خیلی در دسترس همه است. این پهپادهای ریزبین اینا رو هم چینی ها درست میکنن که مسلح به دوربین های خیلی قوی هستن و تماشاگر میبینن، اطلاعات میگیرن، همونجا به مرکز ثبت اطلاعات میرسونن. مثلا فکر کن یه پایگاهی هست از سپاه پاسداران، اطلاعات سپاه پاسداران یا وزارت اطلاعات، همه جا اینجا اینا چیز دارن دیگه. حالا هر وزارتخونه هر سازمانی اطلاعات هم داره، مملکت حکومت اطلاعاتیه. اینا میشینن همون موقع اطلاعات رو از مردم رو ذخیره میکنن، آرشیو میکنن و بعد دونه دونه میان دنبال مردم. چی کار میشه کرد؟ بهترین کاری که میتونید بکنید اگه امروز فردا پس فردا تو این ایام دارید میرید تظاهرات در خارج از در داخل ایران و خارج از کشور نیستید، یادتون باشه اول اصلا با ماشین خودتون نمیرید، باید پیاده برید و اگر هم حتی در خونه میخواد بیاد بیرون باز مواظب باشید آسمون نگاه کنید که پهپاد رو آسمون نباشه. حالا اونقدر ندارن ولی که به هر حال دارن در اون اندازه که میتونن کنترل کنن. و حتما حتما ماسک بزنید چون چهره شما رو این پهپاد رو با آسمون میتونن بگیرن. یا صورتتون رو نقاشی کنید دیگه پهپاد نمیتونه شما رو تشخیص بده. گفتم با ماشین نهید بیرون با ماشین چون پلاک ماشینتون رو میتونن بگیرن، شمارش رو از اون بالا میتونن ببینن. موضوع بعدی، وقتی از تظاهرات اومدید بیرون یا در گروه و دسته بودید دور شدید و بسیار دارید میدید به طرف منزل یا هر جایی، یاد تو باشه ماسکتون رو بر نمیدارید، رنگ صورتتون رو پاک نمی کنید چون از دور میتونه پهپاد بگیره. تا به جای امنی نرسیدید و مطمئن نشدید که از آسمون دوربین نیست که شما را مراقبت کنه و پهپادی وجود نداره، و موقع میتونید ماسکتون رو بردارید. آخرین توصیه که من به شما میکنم، آخرین توصیه من اینه که تلفنتون رو، نه در واقع دو تا توصیه است در مورد تلفنتون، تلفن رو در شرایط پرواز بذارید. پرواز هواپیماتون بودید یا تلفن، به هر حال فارسی شمه نمیشین اینجا، تلفن در حال پرواز بذارید. میگن اینجا میگن ایرپلن مود، در شرایط پرواز بذارید. چرا تلفنتون باز باشه میتونن بهدتون کنن، همون پهپادا میتونن شماره، اگه تلفنتون باز باشه میتونن تشخیص بدن این شماره تلفن مال کیه، من میتونم بیام دنبالتون. پس بنابراین در تظاهرات که تشریف میبرید یا تلفن نبرید، یا اگر میبرید که اشکال نداره ببرید، به شرط اینکه در مود پرواز باشه، در شر هواپیما میگم هواپیما یا همون هواپیما تلفن در حال شرایط هواپیما باشه، دیگه نمیتونن اون قرار تلفن شما رو تشخیص بدن. نکته آخری که میخوام خدمتون عرض بکنم این که شما از پیام نفرستید با تلفنتون، میخواد پیامی بفرستید نمیدونم از هموطنانتون، از دوستانتون، از رفقاتون بخواید بیان یا بیان نزدیک کجا شما هستید بهشون میگید میخواید بیان اونجا، در شرایط عادی به توسط مثلا پیامک شما پیام چیکار میکنید؟ نمیفرستید، فقط از طریق چی؟ واتساپ. تکرار میکنم فقط واتساپ میتونید پیام بفرستید، چون سایت واتساپ در واقع یه سایت حفاظت شده است، کسی نمیتونه اون سایت رو پیاماشو یا پیامکاشو بخونه. بنابراین توجه بفرمایید که فقط از واتساپ پیام بفرستید. این داستانه ایست که من به نظر میسی خدمتون عرض کردم. اجازه بدید که چند تا پیام بازرگانی ببینیم و برگردیم در خدمتون هستم و دوستان یا دوستی که آقای فرهنگ میشن مهر رو من دارم میبینم، ببینیم که چند تا از
Prestige, honor, excellence. These are the attributes of the ideal attorney who is sought out by their peers and clients alike. The National Association of Distinguished Counsel has selected the top 1% of practicing professionals in the legal industry. Through the most extensive and rigorous research process available, candidates are nominated by their peers and identified by a team of trained researchers. Nominees' qualifications are scrutinized by a thorough review process. They are vetted by a panel of attorneys with podium status from independently neutral organizations. Finalists are selected by a judicial review board as exhibiting virtue in the practice of law. The result is an elite class of advocates. This attorney has earned designation as the top 1%. رستوران و سوپر یگانه. یگانه، یگانه محلی در سن‌حوزه که صبحانه، املت و هر روز حلیم و کله پاچه با نان سنگک داغ سرو می‌کند و هم ساندویچ‌های سرد و گرم در کنار شیرینی‌های ایرانی با قهوه و کاپوچینو. ضمناً کلیه مواد غذایی آشپزخانه کدبانوی ایرانی فراهم شده است. نشانی 3275 استرنس کریک بولوار. تلفن 408 666 1229. نشانه موفقیت پایداری است و نگین با نیم قرن سابقه قدیمی ترین رستوران ایرانی سن‌حوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب ها و خورشت ها با گوشت ذبح حلال و شنبه شب ها به همراه موزیک زنده و دیجی. تلفن 408 866 6400. صدف یکی دیگر از بهترین های خود را به شما معرفی می کند. صدف ثینز یا نان های ترد و نازک صدف در سنو، سسامی سید، آلمند و فلکس سید، بدون شکر و بدون پرزرواتیو، خوشمزه، مغذی و سالم. حتما امتحان کنید. صدف ثینز یا نان های ترد و نازک صدف برای تمام اوقات. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. دایموند، پرستیژ و زیبایی، همه در مجموعه جواهرات دیوا آف لاهایا، کلکسیون استثنایی برای عروس خانم‌ها و شاهدامادها، خرید طلا، تعمیر جواهرات، قیمت‌گذاری، نمایشی از بهترین ساعت‌های مشهور جهان. آدرس 3911 استیونز کریک بولوارد، سانتا کلارا. تلفن تماس 408 241 3755. کیترینگ لیلا در شمال کالیفرنیا از بی ایریا تا ساکرامنتو در خدمت شماست. با خدمات مجالس ما نگران پذیرایی از میهمانان خود نباشید، بلکه خود همچون میهمان لذت ببرید. تلفن 916-996-2719. وبسایت leilacatering.com. Unique, sophistication, and elegance, all with our one-of-a-kind handmade shawl and wraps. 818-207-5701. 818-207-5701. Something special for you and your loved ones.
خب با سلام مجدد برمیگردم به خانه های پر از عشق و محبت و صفا و پاکی و یکرنگی شما خانم آقای ایرانی، هموطن بسیار بسیار از این گرام. ما در یک مقطع از تاریخ قرار گرفتیم. عرض کردم خدمتون که از این نظر نیست که این روزها این روز آینده یک دیگرگونی و یک اتفاقی که باعث زیرو شدن فرهنگ ما میشه تو مملکت رخ بده. انتظارش داریم ما، یعنی هول و هراس و عشقش وجود داره و همین باعث شده که این روزا یک مقطع تاریخی در مملکت ما باشه. چون من چنین هیجانی رو، چنین آماده باشی رو من تا حالا تو ملت ایران ندیده بودم به این شکل در طول 44 سال گذشته. با این عزم راسخ همه منتظر دارن چی میشه. همه میخوان تشریک مساعی کنن، همه میخوان حضور داشته باشن. در 63 شهر بزرگ جهان برای حادثه‌ای که در چنین روزی برای یک دختر کرد به نام مهسا امینی رخ داد، ایرانیان، چندین میلیون ایرانی در خارج از کشور در سراسر دنیا میخواد که غیظ و خشم و عصبانیت خودش نشون بده. و نگاه میکنیم به سیر اثران کشورهای غربی، ابراز همدردی کردم با مردم مملکتمون. این یک حادثه است که تا حالا به این شکل تو 44 سال گذشته ندیدیم. گفتم برایندش این نخواهد بود که شما امشب بخوابید فردا صبح بشید دیگه آخونده رفتن. آخونده میرن خیلی زود میرن، چند سال آینده حتما میرن، ولی فردا صبح نمیرن. همونطور که یه شبه نیمدن این آخونده 500-600 ساله تو مملکت ما هستن دیگه. اینا بعدشن لبنان آوردن اینجا، حالا صاحب مملکت ما شدن. اینا اومدن ریشه گموندن توی چند قرن گذشته و تو چند سال آینده ریشهشون خشک میشه. نه به اون معنی که دیگه آخوند تو مملکت ما نخواهد، نه خواهد بود، تشیع هم خواهد بود، ما مسلمان شیعه باقی خواهیم موند، ولی که به این شک مملکت رو دو دستی تقدیمی آخونده بکنیم که هر جوری که دلشون خواست غارت بکنن دیگه نخواهد بود. پایان عمر غارت آخونده فرا رسیده. باور من در اولین فرصت دست آخونده قطع میشه از دوزی و چپاول و نمیدونم دست رازی به ناموس مردم، به زندگی مردم، به جون مردم. همینجوری مثل فکر میکنن که مورچه را واقعا کسی میتونه اینجوری بکشه که مردم کشوری رو این آخونده راحت با دست دلبازی میکشن. ای بابا شما چی هستید؟ چجوری به خودتون اجازه میدید؟ به همین راحتی شبونای مردم رو بکشید، به همین راحتی به مسلخ ببرید دختر پسر مردمی که بالاخره اینا عزیز کرده دارن، عزیز دیگران هستن، به همین راحتی میکشید چون آخوندید. چون آخوندید و همین مردم به شما این قدرت دادن از سر نادانی و جهل. بعضی وقتا بر اساس شرایط زمان و مکان اصلا شما رو آخونده رو آوردن از لبنان ایران. چرا شایست باید میخواست با امپراتوری عثمانی در بیفته؟ امپراتوری بزرگ زمانه، بزرگترین حربش این بود که اونا سنی باشن و این بگه ما یه مذهب دیگه داریم، ما حقای مردم با در واقع با اسلحه مذهب و غیرت مذهبی جلوی امپراتوری روس عثمانی بایستن. بنابراین بعدش آخونده رو آورد اینجا و این داستان تشیع رو در مملکت ما پایه گذاشت. بازم سیاست بود، با سیاست و سیاسی آخوند اومد تو مملکت ما، با همون سیاسی هنوز داره ادامه میده. آقای فؤاد پاشایی از حزب مشروطه ایران و آقای بیژن خان مهر از جبهه ملی در برنامه حضور دارند.
بذارید از اینجا شروع کنم. از چون میدونم که با بعضی نظرات آقای فؤاد پاشایی آقای بیژن مهر مخالفه، پس بنابراین اول ببینیم که در کجا مخالفتی وجود داره یا اصلا مخالفتی وجود نداره، قضیه چی هست. بذارید از فؤاد شروع کنم. آقای فؤاد پاشایی دبیر کل حزب مشروطه ایران. آقای پاشایی درود بر جناب علی و همچنین درود بر جناب علی و سلام بر شما آقای بیژن‌خان مهر. در تظاهرات در از لس آنجلس شروع بود و از خارج از کشور، قراره که خارج از کشور در 63 شهر بزرگ جهان از جمله لس آنجلس که یادتون باشه فدرال بیلدینگ نیست، تظاهرات فردا شنبه در دانتان لس آنجلس در پرژن اسکوئر، میدان پرژن اسکوئر اونجا تظاهراته. آقای فؤاد پاشایی این بسیجی که الان شده برای این تظاهرات نقش شما چقدر بوده؟ نقش شخصی شما، نقش طرفداران مشروطه یا طرفداران ولیعهد سابق ایران شاهزاده رضا پهلوی چی بوده؟ که البته من صدای شما رو نمی‌شنوم. ممنون. با عرض درود و احترام به شما و آقای مهر و همه بینندگانتون در سراسر جهان. ولی یک سال پیش که داستان بسیار به خیزش های ایران شروع شد طبیعی بود که در خارج کشور هم همه ایرانیان فعال شدن. ما در لس آنجلس که تشکری داشتیم به اسم بسیار به پروته به تظاهرات لس آنجلس که هم اعضای حزب مشروطه در اون بودن، هم دوستان به طور منفرد غیر حزبی در اون بودن. و خب از قبل از این خیزش ها ما همیشه تظاهرات لس آنجلس رو با این نام و با این عنوان طرف این گروه برگزار میکرد که همه در شرکت کنن. طبیعی که یک تاره گذشته این کاری کردیم و در 11 فوریه اون تظاهرات بزرگ لس آنجلس رو که در دانتان لس آنجلس برقرار شد و بالای 100 هزار نفر در اون شرکت کردن و آمدن و به حساب چیز شد، خب طبیعی بود که نفر وقتی سالگرد مهتاب پیش آمد ما فکر کردیم که خب خوب است که چون همه ما هم همینجور داریم این حرف رو میدن که ایرانی ها باید با همدیگه همراه باشن، همکار باشن، یک صدا باشن، صداهای متفرقه نباشه، تلاش کردیم که تا اونجایی که میتونیم شهرهای مختلف رو که مقداری دوردستر هستن و معمولا براشون مشکل است که این کار رو چیز کنن کمک شروع کنیم که این کار رو انجام بدن. فلایر تهیه کردیم و اون فلایر رو پخش کردیم، توش شما تلفنی گذاشتیم و خواستیم که در ایرانیان در هر کجای دنیا که هستن اگر میخواهن که در این تظاهرات برگزار کنن با ما تماس بگیرن، با شما تلفن تماس بگیرن، براشون به حساب اون فلایر تهیه میشه، کارهای گرافیکیش انجام میشه، به حساب پوستر تهیه میشه، بنر پشت استیج تهیه میشه، شعارهایی که خواهد بود و حرف ما می بود که این دفعه ما باید تلاش کنیم هممون در هر کجا که هستیم به حساب غیر جناحی باشه این کارمون، یعنی اون استیجی که تظاهرات رو برگزار میکنه اصلا مهم نیستش که به حساب مثلا خب بیشتر بچه‌های ما طرفدار به حساب مشروطه خواه هستند، ولی مهم نیست که اون چه اندیشه‌ای دارن، بلکه اون استیجی که داره کار میکنه باید بی‌طرف باشه. یعنی در اون استیج فقط از درد مردم صحبت میشه، از مشکلات مرد بچه ایران صحبت میشه، از مخالفت با رژیم صحبت میشه، خاص اون برای سرنگونی صحبت میشه، ولی جناحگیری نمیکنه از هیچ گروه خاصی. ولی در بین مردمی که میان برای تظاهرات اونجا دیگه آزاده، مثلا کشور دموکراتیک دیگه هر کسی مجاز است عکس یا هر کسی که دلش میخواد بیاره و مسئولین هر تظاهرات این باید تعهد رو در خودشون احساس بکنن که به حساب هر کسی هر عکسی رو آورد محترم باشه و کسی این وقت پایین نشد. مثلا بعضی از دوستان به من گفتن که آقا بعد در بعضی از شهرها پرچم میارن به عنوان پرچم کردستان. گفتم ما چیزی رو به اسم پرچم کردستان در ایران نداریم، ما یه پرچمی هست که اونو میشناسیم به عنوان پرچم کردستان عراق، همونجور که اگر یک انگلیسی، یک اوکراینی، یک به حساب کانادایی بیاد با پرچم خودش بخواد از ما از تظاهرات های ما از مثلا مردمی را پشتیبانی کنه، طبیعی است که اگر یک نفری هم از کردستان عراق میخواهد بیاید و از مردمی را پشتیبانی کنه میتونه بیاد بکنه، ولی ما اون رو به عنوان پرچم کردستان عراق میشناسیم، نمونه کشور دیگه ایتر ما پشتیبانی میکنه مجاز هم بکنن، ولی و باید این به حساب این آزادی رو داشته باشن که همه در اونجا پرچم اگر میخوان شعار خودشون رو بدن بین جمعیت دستشون داشته باشن یا اصلی رهبری که دلشون میخواد دستشون داشته باشن، ولی استیج ها و برگزار کنندگان باید در این مورد به حساب بی‌طرف باشن و جناحگیری نکنن. و تو اسم در این داستان 48 شهر رو
با هم در سراسر دنیا هماهنگ کنیم که با یک پوستر، با یک بنر، با یک شعار و با این نگاه در حقیقت برگزار کنن. ولی ظاهرا مثل این که به تعداد 20-20 خورده شهر دیگه هم دارن این کار انجام میدن، که امیدوارم اونها هم بتونن این بسطه بی‌طرفی رو و اینکه مردم دور هم جمع کنن رو حفظ کنن. خیلی ممنون. ممنون آقای بیژن خانمه. خب بعد معلوم شد چون شما گفتید 48 شهر، من یه ذره میدونم چی شد که 63 شهر بود حالا شد 48. رو پس فهمیدیم که به صلاح حزب یه کمیته در 48 شهر برگزار میکنه و بقیه شهرهای کمیته یه تشکیلات دیگه یا تشکیلات های دیگه تدارک میبینه. میشه خانمه شما جبهه ملی در آمریکا و در اروپا و در جهان در این رابطه چی کار کرده؟ تظاهراتی قرار فردا یه چیز عجیب و غریبی در همه جای دنیا همزمان شروع بشه. البته چون بازم اینجا تکرار میکنم، چون من از شمال کالیفرنیا هستم، البته در الان جنوب هستم برای تظاهرات فردا اومدم اینجا، ولی در شمال هم سان فرانسیسکو، سان خوزه، بیکری، ساکرامنتو تظاهرات هستن. بفرمایید که جناب علی بیژن خان جبهه ملی چیکار کرده؟ درود فرما خدمت شما آقای پاشایی، بینندگان خوب تلویزیون کانال پارس. آقای دلدار، خب مثل هر سازمان دیگه جبهه ملی هم در این تظاهرات شرکت میکنه برای بزرگداشت مهسا امینی و تمام قربانیان اعتراضات سال گذشته. البته در شرق آمریکا متاسفانه از امشب قرار یک طوفان عظیمی بیاد و امیدوارم که این تظاهرات رو در شهرهایی مثل بوستون، نیویورک و فلوریدا تحت شعار قرار نده، اما یک طوفان خیلی عظیمی در راهه که قرار از امشب چیز بشه و این طوفان از فلوریدا تمام سواحل شرقی رو از فلوریدا تا کانادا رو تحت شعار قرار میده. ولی به هر حال در شهرهای دیگه هستن، واشنگتن، لس آنجلس هم جوری که آقای پاشایی گفتن، در شهرهای مختلف کانادا. امیدواریم که این تظاهرات خیلی باشکوه برقرار بشه، ولی متاسفانه هنوز اون شعار محوری یک پارچگی و یگانگی هنوز مستتر نشده. ما بعضی شهرها میبینیم که چندین تظاهرات به خصوص در اروپا، مثلا در لندن مثل که در 3 یا 4 جا اعلام تظاهرات شده، در آلمان در شهرهای مختلفی چندین تظاهرات همزمان داره برگزار میشه جدا جدا. ما نیاز به یک پیام محوری داریم، ما نیاز به یک پارچگی و یگانگی داریم و این رو نه تنها با شعار بلکه در عمل باید کوشش کنیم که به انجام برسه، و ولی متاسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده. امیدوارم که این تظاهرات یک در سراسر جهان یک قدمی باشه برای دوباره به هم پیوستن، چون میدونید که ما شاهد تظاهرات عظیمی قبل از این بودیم در برلین، در لس آنجلس، در شهرهای مختلف کانادا، یعنی ارقامی بود که در تاریخ جهان در کشورهای خارج از کشور بی‌نظیر بود. یعنی هیچ کشوری رو شما نمی‌بینید که مثلا در برلین که 70-80 هزار نفر گرد هم اومده بودن، هیچ کشور یک همچین جمعیتی رو در خارج از کشور نتونسته بود بسیج کنه، یا در لس آنجلس یا در مونتریال یا در تورنتو. ولی خب متاسفانه اون از بین رفت دیگه، اون یک پارچگی و اون یگانگی که وجود داشت از بین رفت. امیدوارم که با قدمایی که برداشته میشه و با عقلانیت و منطق ما بتونیم دوباره برگردیم به اون راه و شاهد تظاهرات عظیمی هم در داخل کشور و هم در خارج از کشور برای مقابله با واقعا این آقای دلدار، این جمهوری اسلامی در تاریخ جهان بی‌نظیره. یعنی شما هیچ حکومتی رو پیدا نمی‌کنید که این همه خرج بکنه تا آبروی خودش رو از ببره، تا ملت خودش رو ناراضی کنه. مثلا در همین سوریه ما 60-70 میلیارد دلار تا حالا خرج کردیم و میبینید که هیچی عاید ما نشده. حتی اون آقای بشار اسد که خودش رو مدیون جمهوری اسلامی باید بدونه و اگر جمهوری اسلامی کمکش نمی کرد از بین میرفت، حتی در اتحادیه اروپا
یک حمایت از این سه جزیره نکرد و همراه شد با دیگر عرب ها برای اعتراض به گفته اونها اشغال سه جزیره ایرانی در خلیج فارس. و واقعا هیچ کشوری رو شما نمیبینید که این همه خرج بکنه آبروی خودش رو ببره و هیچی هم دستش نیاد. یعنی بعد از این همه سرمایه گذاری که جمهوری اسلامی در سوریه کرده، سهم اون از اقتصاد سوریه فقط 3%، ولی سهم ترکیه که نه پولی به اونها داده، خیلی هم دشمنی کرده، بخش از خاکشون رو اشغال کرده و در راه سرنگونی بشار اسد قدم گذاشته، همیشه اونا 30% از اقتصاد رو سوریه رو ازش دارن بهره میبرن، ولی ما فقط 3%. یعنی دیگه از این بدتر شما در حکومت در هیچ جای دنیا نمیتونید پیدا کنید. ولی خب اپوزیسیون ما هم متاسفانه هنوز در اون راه منسجم شدن و یک پارچه شدن و یگانه شدن واقعا وارد نشدن. خب ببینید، شما یه سوالی رو مطرح کردید، یه مسئله رو مطرح کردید. خب وقتی آدم نگاه میکنه، خب من زیاد این افسوس ها رو خوردم، این دلسوزی ها، این چی میگن دلنیش شدن ها رو داشتم دارم. آقا ما تو این دنیا نمیتونستیم مثلا یه حکومتی داشته باشیم نه 50% حکومت درست حسابی دنیا رو بشناسه، نه حتی 20% دنیا رو بشناسه. حکومت ما زیر صفر های دلدار همین رو عرض میکنم. همین یعنی شما توقع دارید از یک سری آخوند که اصلا نمیدونم، فقط نمیدونم توی حاشیه یه مسائلی فقط همونجا 1000 ساله متمرکز شدن، 600 سال 700 سال همونجه گیر کردن، توقع دارید که دنیا رو بشناسن، کارهایی که میکنن بفهمن عاقبتش چیه؟ نه، اینا تو همین بدبختی بزرگ زندگی ما داشتن یک چین حکومت در این مرحله از زمانه، هیچ چین حالیشون نیست، مملکت نابود نابود کردن، نمیفهمن. آقا شما من این آقای خامنه ای، حضرت آیت الله عظمی، سید علی خامنه رهبر معظم و کبیر انقلاب ایران، میگه مهسا امینی، جریان مهسا امینی رو آمریکایی‌ها درست کردن. من همیش اصلا حیران موندم از این سخنرانی رهبر کبیرمون که آخه تو مهسا امینی توی نمیدونم توی استیشن توی کلانتری توی مرکز دیدم جشن ارشاد تو کشته شده، چجوری آمریکا اومد اونو اونجا کش که این بلوه ها رو آمریکا درست کرد؟ کدوم بلوه؟ آمریکا اومد مهسا رو کش؟ آمریکا اومد این همه جوان مردم رو تو خیابونا کش کور کرد؟ آمریکا اومد نمیدونم اعدام کرد این تعداد آدمی که شما؟ من نمیفهمم این حکومت به رهبری مغز مشرع این حکومت چرا با خامنه ای به کجا رسیدیم و به کجا داریم میریم. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه واقعا حرفای این رهبر ما، این حرفای میزنه اصلا آدم دیوون میخواد. فقط به تو بگم من که اینجوری نمیدم خواست سرمو بزنم به دیوار. بابا تو رهبر مملکت این چیزا چیه تو داره میگی؟ چقدر توهم، چقدر خیالات. حالا من میخوام یه سوالی بکنم از فؤاد پاشایی هم میپرسم اولش، ولی قبل از اینکه این سوال بکنم میخوام پیام ها رو ببینیم و بیرو درواسی بهتون بگم. سوالم اینه، خیلی هم میگن دا و چون میگن من چاره ندارم، نمیگم همزبان با بقیه هستم که دارن اینه میگن، ولی کن مجبورم مطرحش کنم. این که همین آخوندهایی که ما میگیم که چی میگن مال و ملال ملتی رو به باد دادن، میگن یه مقدار زیادی از این مال و ملال مملکت رو که نمیدونم راحتی خرج میکنن نابود میکنن. خیلی معذرت میخوام، منظورم شخص جناب آقای فؤاد پاشایی و شخص جناب آقای بیژن مهر نیست مطلقا، برای که مردم میگن، میگن اپوزیسیون جمهوری اسلامی خریده، میگه شماها رو سازمانهاتون تشکیلاتون رهبرانتون خریدن. ببخشید حرف من نیست، این حرفو من همین در جنوب کالیفرنیا یه هفته الان اینجا هستم، ده ها نفر به من گفتن که اپوزیسیون جمهوری اسلامی خریده، تموم شده، اینا
ماهیانه دارن حقوق میگیرن. فکر کنید جواب این سوال مردم رو بدید. به همین دلیل میگن آقا اگه جریان مهسا با اون تشکیلات و با اون عظمت که راه افتاد یک دفعه نابود شد، اپوزیسیون کرد، جمهوری اسلامی به اینا پول داد، خریدشون و این نهضت رو نابود کرد. اپوزیسیون فقط هدفم صحبت هم مخاطبم جبهه ملی یا حزب مشروطه یا اینا یا مثلا تنها مجاهدین یا نمیدونم کمونیستان نیست، همه رو دارم میگم. میگن خریدن. پیام ها رو میبینیم ببینیم چقدر به شما پول دادن یا اصلا خریدن یا نخریدن. با ما باشید. Insurance companies and big business have attorneys working on their side. You should have an attorney on your side too. We have successfully prevailed against big business and every major insurance carrier. We know what it takes to win. We have cutting-edge legal research software providing us with immediate access to the most recent changes in the law which could affect your case. We're a modern paperless law firm. Our top-of-the-line case management system allows us to flawlessly manage your case from inception to conclusion. Our phone lines are available 24/7. All emergency inquiries are handled right away. Our clients have access to texting, email, and phone call to our entire staff. We believe in justice. We believe in advocacy. We believe in competent attorney representation at no cost to you. Whether your injuries are minor or catastrophic, or you've suffered the loss of a loved one, we're here for you because your injury is our fight. بازار مدیترانه از کایلی بولوارد روبروی قنادی بیژن به شماره 4360 استیونز کریک بولوارد روبروی هاندای استیونز کریک جنب ران تیبل پیزا نقل مکان کرد. بازار مدیترانه مثل همیشه با بهترین مواد غذایی و تازه ترین میوه‌جات و سبزیجات در خدمت شماست. در بازار مدیترانه نداریم نداریم. رسیدی رستوران ما در کنار سوپرمارکت با بهترین غذاها و آماده پذیرایی از شما خواهد شد. رستوران و سوپر یگانه، یگانه یگانه محلی در سن حوزه که صبحانه، املت و هر روز حلیم و کله پاچه با نان سنگک داغ سرو می‌کند و هم ساندویچ‌های سرد و گرم در کنار شیرینی‌های ایرانی با قهوه و کاپوچینو. ضمناً کلیه مواد غذایی آشپزخانه کدبانوی ایرانی فراهم شده است. نشانی 3275 استیونز کریک بولوار. تلفن 408 666 1229. دکتر جمشید ایرانی، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و ایالت نیویورک، انجام کلیه امور مهاجرت از جمله گرفتن گرین کارت از طریق ازدواج، فامیلی، پناهندگی و جلوگیری از اخراج، اخذ ویزا از طریق کار و سرمایه گذاری، انتقال قانونی پول بر اساس قوانین اوپر، تنظیم قراردادها و ثبت شرکت‌های تجاری و بازرگانی. با دفتر دکتر جمشید ایرانی با تلفن 212-683-7700 تماس بگیرید. با ادویه جوجه کباب صدف، تهیه یک جوجه کباب لذیذ و آبدار خیلی ساده است. گوشت جوجه رو بعد از شستن به اندازه های مناسب میبریم. کمی روغن اضافه میکنیم و ادویه جوجه کباب صدف رو روی اون میپاشیم. و بعد همراه با سبزیجات دلخواهمون به سیخ میکشیم. خب، آتیش هم که آماده است. حالا جوجه ها رو کباب میکنیم و کمی بعد با لذت نوش جان میکنیم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. شهرت و موفقیت بختیاری آتو گروپ نتیجه عرضه بهترین اتومبیل‌ها و قیمت‌های استثنایی و سرویس کم نظیر مدیران و چند صد کارمند و فروشندگان ایرانی. بختیاری آتو گروپ در شمال و جنوب کالیفرنیا. سوبارو آتبک در استیونز کریک سوبارو، سن هوزه و پوینتل هیل.
اتومبیل نیسان آلتیما در استیونز کریک نیسان سن هوزه، اتومبیل اینفینیتی در استیونز کریک اینفینیتی سن هوزه، هوندا آکورد در هوندا آف هالیوود، اتومبیل فورد فور ویل درایو در هانتینگتون بیچ فورد. برای تهیه بهترین اتومبیل ها هوندا، نیسان، فورد، اینفینیتی و سوبارو از شعبه ها و نمایندگی های ما دیدن فرمایید. نشانه موفقیت پایداری است و نگین با نیم قرن سابقه قدیمی ترین رستوران ایرانی سن هوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب ها و خورشت ها با گوشت ذبح حلال و شنبه شب ها به همراه موزیک زنده و دیجی. تلفن 408-866-6400. من پی گمشده‌ای می‌گردم که اگر یابم او را، خنده و شادی و موسیقی و عشق و رهایی را یافتم. از شادی پرگیرم که رسم به فلک، سرود هستی خوانم در بر حور و ملک، در آسمان ها غوغا بکنم، سبو بریزم ساغر شکنم. خدمت بینندگان عزیز عرض کردم که سوالی من دارم از این دوستانی که در برنامه جمعه من دارن، در مورد این که گفته میشه مردم میگن شایعه خیلی زیاده که جمهوری اسلامی اپوزیسیون رو خریده و اینا در واقع جلوی مانع فعالیت های مردم شده در خارج از کشور. خب یک داستان براتون بگم، داستان که نیست، نظری داشته آقای کارو حقوردیان یادتونه، شاعر بودن، برادر بیگن خواننده. خب این در تلویزیون کارمند کارو دردریان، ببخشید گفتم کارو حقوردیان، فوتبالیست کارو دردریان در تلویزیون، در خبر تلویزیون هم کار بودیم با هم دیگه. بعد سر یه چیزی که میشد قسم میخورد، گفت به جون مامان. همیشه اون موقع مثلا 50-60 سالش بود، قسمش جون مامان بود. بعد یه سر یه جریانی این گفت به جون، گفتم قسم بخور کار که این کار اتفاق نمیفته، گفت جون مامان قسم میخورم. بعد این گفت جون مامان، مطمئن میشدم که دیگه این اتفاق نمیفته، ولی اون اتفاق افتاد. به کارا دردریان برادر ویگن گفتم کار جان، توی کتی به جون مامان چرا این کاری کردی؟ یه قرار یه معامله کرده بود. گفت ببین فلانی، مامانم فروختنیه. گفت وقتی پول پیش میاد مامانم فروختنیه. خدا بیامرزشش کارو دردریان رو، شاعر خوب ما، شاعر نوسرا، به اون مامانم فروختنی میشه وقتی صحبت پول میشه. آقای فاده پاشایی، این شایعی که مردم میگن تا چقدر میتونه که، من نمیگم در مورد شما، در مورد کل اپوزیسیون دارم صحبت میکنم، چقدر میتونه واقعیت داشته باشه؟ شاید دوروبر 10%، 8%، طبیعیتون دارتون. ولی مردمی که آقا ببین، برای دلدار بیرو در باته بگم، مردمی که نفرتن کجا میدونن؟
حکم حکومت دیدم، چک حقوقی دیدم، اینوایس دیدم، پیامایی که رفته بعد مدد دیدم کجا. این حرفت تو جمهوری اسلامی میزنه برای اینکه اپوزیسیون مخالف خودشو بدنام کنه. متاسفانه مردم هم ناآگاه این حرف تکرار میکنن. من که خودم به حساب برای همچین جوابی آماده نکرده بودم، ولی ببین آقای من بیر لواسی میگم، من خودم چه بله مردم آقا پاشایی باید خودتونم شنیدید دیگه نه؟ نه بله میگم بله. من الان یه مثال براتون میزنم، 43 سال است به حساب این کاره میکنم دیگه. من مثلا خب با آقای مهر هم بوده، شاید بیشتر 25 سال با هم در تماسیم و در ارتباطیم. میبینیم این داستان خرج داره، این داستان بدون خرج نیست. ما به تو میتونه میانگین ما 1000 1500 2000 تو این کار دارم خرج میکنم. بچه‌ام که در لس آنجلس هستن منو میشناسن، من درآمدم خوبه، بیزینس هم خوبه، ولی همه رو توی را خرج میکنم چون دوست دارم، چون خوشم میاد از اینکه برای مردم کار میکنم. این بزرگترین چی میگم بهش، خوشحالی منه. من سر انگشتی بخوام جمع کنم توی این 40 ساله نزدیک 1,000,000 دلار جیبم دادم، از جیبم دادم. البته با وقتی که نرفتم سر کار، رفتم سفر و نمیدونم، حالا توی سر کار نبودم اونجا، اونم مهم نیست، بگم توان داشتم کشیدم دادم. جمهوری اسلامی چقدر میخواد به من بده که منو بخره؟ چقدر میخواد بده که مثلا بتونم وقت من بر بیاد؟ اینقدر آدمای ارزان فروش با یه چلو کباب، با یه قرمه سبزی، با یه باقالی پلو کنار میان که دودوم در بیاد به طرق من اتراق اپوزیسیون. همین مردمی که به تظاهرات نمیان، همین مردمی که تا قبل از مرسا ما تظاهرات بذاشتیم 300 نفر میامدن با قطع خونه میخوابیدن، اونا فکر کنن وقتی میرن و ایران برمیگردن چوری معامله میکنن. نمایی که پامون در میدان تو داریم کار میکنیم و از زندگی و پول و جونمون میذاریم. اونی که به خاطر اینکه بره در ایران یه قرمه سبزی بخوره، حاضر با بالاتر ول کنه بره و امیدم اون شایعه رو داره پخش میکنه، باید جوابش بده که کجا این شایعه رو پخش کنه، کجا میدونه. وگرنه من من میدونم جمهوری اسلامی تعدادی رو به عنوان مخالف فرستاده است و در اپوزیسیون قاطی کرده و در اپوزیسیون جا داده. اونا هم بود مسئول فخاشی هن، مسئول به هم زدن هن، مسئول حمله کردن به چپ و راست در بگردن با ضربین ببینن کی قدم اشتباه برداشته، اون قدم اشتباه رو زیر ضربین گنده کنن و جمهوری اسلامی رو رها کنن. اونا شما باید اونا رو نگاه کنید. ما خودمون تو اپوزیسیون در به در با ضربین دنبال این نوع رفتارها میگردیم ببینیم کی به حساب دومش به جمهوری اسلامی بسته و دستمون نه به چک حقوقی میرسه، نه به حساب حکم به حساب وزارت اطلاعات میرسه، ولی از اون رفتارشون، نه روی کردارشون، نه روی منششون، کجا میخوان اختلاف ایجاد کنن، کجا میخوان دعوا ایجاد کنن، کجا میخوان متلک میگن، کجا میخوان فحش میدن و کجا به جمهوری اسلامی پردازن. اونجا شما میتونید حدودن، نمیدونم 100% حدودن حد بزنید کی پاش میلنگه. من امیدوارم که کوتاه تونسته باشم پاتوق داده باشم. مرسی عزیزم، مرسی جناب آقای پادباش، خوشحالم که تو مردمی و خودت هم شنیدی. چون الان شاید مطلبی به خاطر اینکه بگم شنیدم خدمتتون عرض کنم. من یه دایی دارم که فوت کرده، این خود میرفت ایران میامد، یکی از دوستاش در ایران بهش گفته بود که آقا این فاد که ما از بچگی میشناختیمش عجب آدم زرنگ زبلیه، یه جای خوب خودشو انداخته، پول فراوان میگیره، زندگی مرفه داره. یعنی که بگم من میشه ایندم، خب بله یه دیر هم فکر میگم آقا بگه بر نظر فرهنگی که جمهوری اسلامی در ایران راه انداخته، طرف باور نمی کنه کسی هست که از زندگیش و پولش و وقتش و عمرش گذاشته برای که بسار به یه روزی ملت بسار بتونه بلا رو از سر مردم دور کنه داره کار میکنه. من میدونم این نوع فکر در جامعه هست، طبیعی این فکر، و همین بتونی بسار رو زدم که بگم من هم شنیدم این حرف رو. اوکی مرسی آقا بیژن خانمه، شما نظرتون در مورد این حس بدبینی که مثلا تازگی ها من خیلی بزیاد میبینم نسبت به اپوزیسیون، حقیقتش این انقدر که بعد این جریان مهسا تو یه سال اخیر شنیدم، هرگز تو این 4 سال انقدر نشنیده بودم، شنیده بودم ولی نه اینجوری. بفرمایید جناب علی نظرتون چیه بیشتر خان؟ ببینید دلدار، من فکر کنم ما یک مشکل فرهنگی بزرگ داریم، یعنی که خود من مثلا یکی از همین قربانیانش هستم. اگر بنده حرفی رو بزنم که مثلا به حساب یک خوش نیاد، بلافاصله بنده متهم میشم که من مثلا سخنگوی جمهوری اسلامی هستم، در صورتی که خب همه منو میشناسن، آقای پاشایی، شما، همه دوستان میدونن من تا به حال نه ایران رفتم از زمان انقلاب تا الان، یعنی از سال 79 که 6 ماه بعد از انقلاب از ایران اومدم، بعض زندگی من واقعا طوری نیستش که احتیاج به
کسی داشته باشم میگه داشته باشم، ولی خب چون یه حرفی زدم مثلا گفتم آقا ما به مبارزات مسالمت آمیز معتقدیم، تا اینو شما میگید یک سری میگن آقا این گفتیم که این مال جمهوری اسلامیه، گفتیم که حالا این برای خود من شخصا اتفاق افتاد. ولی خب کسای دیگه هستن که وقتی ما عقیدمون با اونها متفاوته بلافاصله اون رو متهم میکنیم که در یک جهت دیگه ایه، حالا نه لزوما جمهوری اسلامی، مثلا مجاهدین، مثلا اینم مجاهدین خریدن روش پول دادن چیز کردن، یا مثلا حالا چپا که بیچارا پول ندارم کسی بدن پول ازمون نگیرن خوبه، ولی به حال این مشکل عجب میزنی ها، میشم میزنی ها آقای اردلان، آقای اردلان نیست من آره اردلان نیست تو استفاده کردم. من فکر کنم بیشتر در این رابطه است، اگر واقعا یک همچین خریدنی صورت گرفته باشه، یک همچین ذره بندی صورت گرفته باشه در یک سطحیه که واقعا میلیون ها دلار پوله و اون کار هر کسی نیست، میدونید اون به حال شخصیت هایی هست که یک کارهایی میتونن از دستشون برمیاد انجام بدن، خب اونها میتونن دایورت بشن یا یه امتیازاتی بگیرن، یه کارهایی بکنن که بازی رو عوض کنن، میدونید یعنی معادله ها رو به هم بزنن. در اون سطح اگر اتفاق بیفته دیگه من و شما خبردار نمیشیم، یعنی خبردار میشیم 30 سال بعد که اسناد وزارت خارجه انگلستان و آمریکا بیاد بیرون، بعد میفهمیم که مثلا چه کلایی سر ما رفته، و همین الان هم که دارید میبینید که مثلا این اسنادی که داره میاد بیرون از کودتای 28 مرداد یا اتفاقات دیگه‌ای که افتاده، یه سری چیزایی رو روشن میکنه که تا الان روشن نبوده. بنابراین به همه شایعات نمیشه توجه کرد، ولی اگر شما میدونید که بازی در اون بالا داره به هم میخوره، یه اتفاقاتی میفته که خارج از غرفه، خارج از مسیره، قطعا یه چیزایی رد و بدل شده، یک زد و بندی صورت گرفته، ولی تا بیاد به ما برسه به نظر من کار از کار گذشته. شما کشوندیدی شیشه دیگه. فؤاد خان، آقای پاشایی عزیز، بیژن خان مهر میگه که اگرم خرید فروشی بوده یا باشه یا بوده یا شایعه هست، در اون بالا بالا ها ممکنه باشه، میگه که من ممکن به ما چیزی نرسیده، ما چون نقشی نداریم، نمیدونم به آقای فؤاد پاشایی نرسیده، ولی که ممکن اون بالا بالا ها رهبران راحت کنید که متعایش بالا بالا ها که میگه منظورشون مثلا رهبران بالای سازمان مجاهدین، سازمان شاهنشاهی، نمیدونم بالا ها، و هر وقت میگه بالا بالا من یه رو راست میگم، نظرتون چیه؟ اونجا رو چجوری میبینید؟ والا ما یادمون نره ما با یه حکومتی طرفیم که اینا دزدان دریایی هم به چه معنی؟ شو الان همین امروز شما در دنیا میبینید حمله میکنن، گروگان میگیرن، بعد گروگانشون رو معامله میکنن، بعد به حساب گروگانشون رو به حساب میفروشن، مثل بازار بردگان میفروشن گروگانشون رو، و این حکومت و این لات و لوت هایی که در ایران سر کاره هم مدرد بخوام به این رو که میگن اینها دستشون به اینکه پول قلوبه به کسی بدن نیست، خودشون اولین آقای طرف بچه خودشو به خاطر اینکه در قدرت بمونه کشته، آقای رضایی بچهشو قربانی کرد که در قدرت بمونه، در پول بمونه و به سوار این پول بشه، بعد هم یه پروژه میگه که آقا بریم گروگان بگیریم 10 میلیون بگیریم آزاد کنیم فرفایی، ولی واقعا این وقاحت هست که مقامات بلندپایه کشوری که در کاره رسما بگم ما بریم مردم کشور دیگه گروگان بگیریم بعد نارو معامله کنیم بفروشیم. خب شما ببینید اصلا ببینید حجم نگاه کجاست، اینا لزوم به اینکه با بالاها با معامله کنن، من نمیدونم اون بالاها کجا ندارن، همین با پایینا معامله میکنن، همین کسایی که شلوغ میکنن، همین کسایی که دعوا را میندازن، همین کسایی که حساب فتح ها را آلوده میکنن، همین کسایی که به حساب تو سایتشون به این فوش میدن با اون فوش، اون آدما، این آدمای پایین با 500 دلار 600 دلار یه دونه قرمه سبزی یه شام بردن بیرون راضیان که کار انجام بدن، لزوم نداره دوباره ما به حساب خرج هزینه ها تنظیم برن، اون وزیر اطلاعاتی که بخواد 10 میلیون بده 18 بار سکته میکنه 15 بار انفاکتوس میکنه که بری پول رو بده بگی تو بوله بده تو جیب خودش، اونا در مورد دادن پول چند تا دست بازی ندارن تا جیگه من میتونم بهتون بگم، ولی مطمئنا در اپوزیسیون نیروهاشون رو جایگزین کردن فرستادن، و همینا که مداد دردتر در اپوزیسیون ایجاد میکنن، اخلال ایجاد میکنن، دعوا ایجاد میکنن و نمیذارن تو مسئله درست بیفته،
بلا فاصله تا قرار است که دو نفر با هم کار کنن تلفن ها به کار میفته، هم به بنده هم به اون دوست جمهوری خان که آقا حیف تولید که مثلا با این جمهوری خواهی فلان فلان شو داری کار میکنی، یا به اون زن زن که حیف تولید که با این مشروط خواهی ساواکی فلان فلان شو داری کار میکنی و فضا رو آلوده میکنه. تا این نوکران ارزان قیمت هستن لزوم به شما اینکه دنبال قیمت های بالا به این هزینه پایی نداره. ولی من برای آقای وزیر اطلاعات خبر بد دارم و اون است که اونا که پول میدن آدم ها رو میخرن، ما از اون طرف اطلاعات بسیار به درد بخوری داریم با قیمت های مجانی، یعنی که پول نمیگیری که بیاره فقط بخاطر اینکه نشون بده من با شما هستم و فردا اگر اتفاقی افتاد هوای من رو داشته باشید بدون که من دارم به شما اطلاعات میدم اطلاعاتشون دنگ میدنم و با آدم میدن. و اون من مطمئنم اون خیلی محسرتر از در جنگ اطلاعاتی برای ماهی که داریم با اون رژیم در میفتیم. و ایبون شما این به سال ضعف رژیم رو از تفارایی که کرده، از این که به چه وحشت خیابون ها رو بسته، بلاک گذاشته، سیم خاردار کشیده، نصف ساختمون ها رو با بلاک های سیمانی اصلا بسته که با ماشین مردم توش نرن، نشون میده وحشت حکومت از مردم تا چه حد است و برد با کیست. بله اون حکومت که در واقع چشوری بگم مثل هر لحظه دراکولا رو داره میبینه، مردم که میبینه به نظرش مردم دراکولا باور بفرمایید. یعنی اصلا من موندم چطور میشه یه حکومتی اینقدر مردم خودش بترسه؟ این همه خیلی خب مخالف هست تو همه کشور هست، ولی تا این اندازه دیگه واقعا من که تو عمرم ندیدم یه ملتی با یه حکومتی یه ملتی طرف باشن. برحال داستانی که شما فرمودید در مورد آدمای من، خب در جنوب کالیفرنیا هستم، یک هفته دارم گزارش تهیه میکنم، فردا در تظاهرات خواهم بود. با یکی از دوستان صحبت میکردم گفتم شما در تظاهرات میری؟ گفت نه، دیروز در سان دیگو بودم، الان در اورنج کانتی هستم. گفتم چرا؟ گفتش که برای اینکه عوامل جمهوری اسلامی که اینجا میان و من نگاه میکردم میشناسم اینا تظاهرات را میندازن علیه جمهوری اسلامی، بعد نگاه میکنم اینا تو ایران رفتن، میگو این من نگاه میکنم عکسش از ایران برای من فرستن، این اینجا تظاهرات علیه جمهوری اسلامی را میندازه و یکن سرش میگیری ایرانه، پاش میگیری تو ایرانه و این تظاهرات رو داره جمهوری اسلامی در واقع مدیریت میکنه. آقای بیشنه به جواب این دوست ما که همکار منم هست توی برنامه هست که میگفت این تظاهرات جمهوری اسلامی داره مدیریت میکنه چیه؟ خب این شایعاتیه که اینا پخش میکنن و اتفاقا داره کار میکنه. یعنی اگر واقعا اگه آدم بخواد به این حساب نره به تظاهرات، خب پس دیگه باید فاتحه مبارزه رو خون دیگه. این شایعاتی که جمهوری اسلامی داره پخش میکنه و واقعا نباید اینها رو بهش تردید اثر داد، چون که اگر اینو ما پخشش کنیم خب تعداد زیادی نخواهند آمد. به هر حال اینا همیشه وجود داشته و نمیشه جلو این شایعات رو هم گرفت، این حرفا رو میزنن دیگه. اما اگر واقعا یک سیاست ملی و مستقل و یک شعار واحد برای همبستگی باشه، اگر هم جمهوری اسلامی این کاری کرده باشه، این به نفع خود مردم در داخل کشوره، به نفع خود جمهوری اسلامیه که بیاد دست از این تشنج برداره، دست از این آدمکشی برداره، دست از این فرار مخصا از کشور برداره و یک امکانی به مردم بده. ولی خب اینا رو میگن چون جمهوری اسلامی اصلا ماهیتش اینه که سرزمین سوخته به ما تحویل بده. و من آقای دلدار وحشت من اینه که قبل از اینکه جمهوری اسلامی از بین بره، ایران از بین بره، چون با این وضعیت سرزمینی، با این تهدید سرزمینی که وجود داره. ببینید جمهوری اسلامی 90% منابع آبی کشور ظرف 44 سال از بین برده. با یک تناسب ساده شما میبینید که مثلا در 49مین یا 50مین سال این حکومت منابع آبی به کلی از بین رفته و اگر منابع آبی از بین بره دیگه تمدنی وجود نخواهد داشت و شما شاهد یک کشور خواهید بود که فقط خالی از سکن است، همه اون افراد اون کشور مهاجرت میکنن به اروپا که نیاز داره به این مهاجری و از اونها اتفاقا استقبال میکنن و یک زمین سوخته ای که چند تا چاه نفت توشه اونجا باقی میمونه. و این
تایم همون تموم شده. بله ببخشید کسی تایم نشون نداد، خیلی شرمنده ام، سپاسگزارم از شما، وقت نمیدید، فقط خدا حافظ شما، خدا نگهدارتون. شرکت جی ال ویز به اطلاع می‌رساند که به دنبال استقبال بی‌سابقه شما عزیزان، تخفیف بهاری اپلیکیشن جی ال ویز تا آخر تابستان 2023 تمدید شده است. شما تا پایان ماه سپتامبر فرصت دارید تا اشتراک 6 و 12 ماهه اپلیکیشن جی ال ویز برای تلویزیون‌های هوشمند را با 25% تخفیف دریافت کنید. برای سفارش با تلفن 905-762-5037 تماس گرفته و یا از وبسایت glviz.com دیدن کنید. جی ال ویز با کمتر از $1,000 در ماه آگهی‌های تبلیغاتی شما را دقیقاً در استان مورد نظر شما پخش